بسم الله الرحمن الرحیم ازیتروماایسین کی از دمرا ماکرولید هاس کیسه نوش گفتیم کی ازیتروماایسین عزتروماایسین کلای ازیتروماایسین نوې دومش کی ازیتروماایسین اس فعلاً وی وایویم کی یو قسم یک دواس موارد استعمال ازیتروماایسین در انټونات ترخي تنفسي یعنی هر نو میکروبي کی یا هر نوع مایکرو که در طرق تنفسی باشد می از ازیترومایسین استفاده کنیم که بسیار خوب جواب می مخصوصا در, در سیستم تنفسی ازیترومایسین بسیار خوب جواب می و در التحاب گوش همی بسیار خوب نتیجه می مخصوصا گوش متوسط یا گوش وسطی در موارد استعمال در انتانات طرق تنفسی التحاب حاد گوش متوسط انتانات جلدی هم میتونه استفاده شود و در التهاب احلیل استفاده میشه موارد استعمال ایزوترومایسین که از جمله دواهای مکرولید است که مکرولید که است از ایروترومایسین ایزوترومایسین کلایروترومایسین نوی دومش که ازوترومایسین است که گفتیم نوی اول مثال نوی دوم ایزوترومایسین نوی میشه اگر بگویم کلایروترومایسین نو دوم به حساب سلای ما ایروترومایسین و ایزوترومایسین فعلا ما ایزوترومایسین نشا میگیم که ایزوترومایسین شخص یک یک دواست بخاطر چی استفاده میشه یک دوای ضد میکروبی در انتانات ترک تنفسی التهاب حاد گوش متوسط انتانات جلدی و التهاب احلیل استفاده میشه مزاد استدباب در تشوشات کلیوی چون ما گفتیم مکرولیت ها به اشخاصی که تشوشات کلیوی دارد با احتیاط و تطبیق شد چون نتراه حتی در مزاد استدبابی را گفتیم که مزاد استدباب است فرط اساسیت در مقابل مکرولیت ولی احتیاط شد گفتیم که احتیاط مو زاد استفاده بشه در اینجه مشترک اند گفتیم که اگر تشوشات سیستم کلیوی موجود باشد مزاد استفاده ولی اگر ضرورت باشه بعضی وقت بسیار با احتیاط باید تطبیق شود چون مزاد استفاده گفتیم که کلمی نسبی است بعضی وقت کلمی مثلا تتراسایکلین نزد اطفال مزاد استفاده است ولی بعضی وقت ضرورت میشه که با تتراسایکلین تداوی شو یک طفل زرد شدن دندان ها نسبت به حیات باز ارزش ندارد پس زیترومایسین موارد استعمال زیترومایسین در انتانات ترکت تنفسی التحاب حاد گوش متوسط انتانات جلی و در التحاب احلیل مزاد استدباب در تشوشات وظیفوی کلیوی کی چونی دواها از طریق کلیه اترا میشه از وزیت از خارج میشه پس اگر مشکل در سیستم کلیوی باشد باید دیدوات تدبیق نشه احتیاط در تشوشات وظیفوی کلیوی و حاملگی و شیردی پیشتر گفتیم که مزاد استدباب و احتیاط بعضی وقت یک جای استفاده میشه یعنی یک دوام هم مزاد استدباب است مستکینج است مزاد استدباب در تشوشات کلیوی ولی در احتیاطش میگیم که تطبیقی در تشوشات وظیفوی کلیوی باید با احتیاط تطبیق شود و حاملگی و شیردی با احتیاط تطبیق شود مقدار ایزوترومایسین از طریق فمی برای کائلان 500 میلی گرام با دوز واحد یک ضرب یک سه تابلیت که ایزوترومایسین در بازار پیدا میشه سه تابلیتش یک ضرب یکی یعنی در 24 ساعت یک بار تدبیق شد پس از طریق فمی از طریق دهن 500 میلی گرام در 24 ساعت یک تابلت استفاده شد امور متعلق به نرسن ایروترومایسین و ایزوترومایسین یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا باید تجویز شود یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا یک ساعت قبل دو ساعت بعد از غذا باید تجویز شود ایزوترومایسین از جمله دواهایی که مربوط به مکرولید است که ایزوتروم ایروترومایسین ایزوترومایسین و کلایروترومایسین ایزوترومایسین در انتانات طرق تنفسی استفاده میشه در التهاب حاد گوش متوسط استفاده میشه انتانات جلدی استفاده میشه و التهاب اهلیل استفاده میشه مزاد استباب در تشوشات کلیوی استفاده نشه یعنی حق نداریم که استفاده کنیم در تشوشات کلیوی حاملگی و شیردهی با احتیاط تطبیق شه از طریق فمی مقدارش 500 میلی گرم با دوز واحد استفاده میشه چیزی که آن ازترومایسین بسیار هم از تابلیت های سه تابلیت است که به بخاطر گلوندردی یا التحاب گوش متوسط انتان جلدی و التحاب احلیل استفاده میشه سی تابلیت 500 میلی گرم یک زر به یک استفاده میشه در 24 تا یک تابلیت استفاده میشه یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت بعد از غذا باید تجویز مربوط به امور متعلق به نرسنگ امینو گلیکوزید امینو گلایکوزید از جمله دواهایی است که تاثیرات باکتریوسیدیل دارد یعنی تاثیرات کشنده دارد و از طریق اما جذب نمی و در انتانات سیستمیک باید از طریق زرقی تجویز شود اطراحیت از طریق سیستم کلیوی صورت میگه امینو گلیکوزید از جمله دواهای ضد میکروبی است که تاثیرات کشنده بالای میکروب دارد ما یکی باکتری داشتیم یکی باکتری داریم باز هم میگم سری فوکس نمیکنیم. چند بار تکرار شد امین اوگلیکوزید از جمله دواهای است که تاثیرات باکتری سیدیل باکتری سید باکتری سید دارد یا باکتری دارد یعنی کشنده تاثیرات کشنده بالای چی بالای باکتری ها دارد از طریق اما یا امای کوچک یا سیستم هزمی که از از دهن گرفته تا قسمت مقعدی یک سیستم هزمی در سیستم ازمی در, در اما در بسیار خوب جذب نمیشه یعنی جذبش در اما نیست پس همین گلایکوزیت از جمله دواهایی که تاثیرات باکتریوسیدیال دارد یعنی تاثیرات کشنده بالای میکروب دارد تا طریق اما جذب نمیشه پس هر مشکل سیستمیکی که ایجاد شود به یک شخص هر پاتولوژی سیستمی که ایجاد شود هر مشکل که سیستمیک باشد باید از طریق زرقی استفاده شود اطراح امینو مثل مکرولی واری است از طریق کلیه اطراح میشه پس در تشوشات کلیوی باید استفاده نشه چون اگر گرده مشکل داشته باشد ایر از اوزیت خارش کردن نمیتونه پس زمانی که گرده مشکل داشته باشه که ای دوا باید تدبیر نشه امینوگلیکوزید از جمله دواهایی است که تاثیرات کشنده بالای میکروب دارد از طریق اما جذب نمیشه در انتانات سیستمیک یا میکروب هایی که به شکل سیستمیک باشد یا پاتولوژی یا یک مشکلی که به شکل سیستمیک باشد از طریق زرقی باید تجویز شود اترا از طریق کلیوی پس در تشوشات کلیوی در در عدم کفایت کلیوی نباید تطبیق شود جنتومایسین موارد استعمال ایدوها در نومونیا یا سیناو بخلک میگه التحابی که سه سفرا، پروتونایت، پروتوان که التحابی میشه انطانات جلدی، مننجایت، وقایع جرایی و امراض التهابی حوصله استفاده میشه موارد استعمال جنتامایسین در نمونیا، التهاب کیسه صفرا، پردونیایت، آنتانات جلدی، مننژایت، توقی جراحی و بلاخره امراض التهابی حوصله استفاده میشه. اشکال دوائی به شکل آمپول موجود است. احتیاط در تشوشات وظیفوی کلیوی در تشوشات وظیفوی کلیه پیشتر گفتم که امینوگلیکوزیدها از طریق کلیه اتراع میشه پس زمانی که سیستم کلیوی مشکل داشته باشد باید با احتیاط تطبیق شود نزد نوزاده باید بسیار با احتیاط تطبیق شود در اشخاص محسن باید با بسیار احتیاط تطبیق شود از استعمال دوامدار جنتمیسین جلوگیری شود و همچنان در حاملگی با احتیاط تطبیق شود پس احتیاط جنت در تشوشات وظیفوی کلیه با خاطر که اطراح میشه از طریق کلیوی اگر مشکل کلیه داشته باشد پس اطراح, اطراح دوا با مشکل مواجه میشه نزد اشخاصی که سینانیج است یا عمر زیاد است یا موسن است کوانسال است با احتیاط تطبیق شد نزد نوزاده باید بیشار با احتیاط تطبیق شد از استعمال دوامدار جنت باید میشه جلوگیری شد یعنی دوامداری را ما نمیتونیم که استفاده کنیم همچنان در حالت پرگنت یا حاملگی باید بسیار با احتیاط تطبیق شود. عوارض جانبی که مربوط به جنتمایسین میشه عبارت از تشوشات شنوایی یعنی در شنیدن مشکل پیدا میکند تنقیص سویه مکنیزیم خون هر زمانی که یک نفر جنت محسین میگیره اگر ماینات شو ماینات خون برای سویه مکنیزیم خون چیست پایین است از جمله وارز جانبی که مربوط به جنت محسین میشه تشوشات شنوایی تنقیص سویه مکنیزیم خون دلبدی و استفراقات یا اومیتن که میگه موارد استعمال جنتمایسین که مربوط امین و در نومونیا ها التحاب کسی سفرا، پریتونیت، انتانات جلدی، مننجایت، وقعی جرایی و امراض التحابی حوصله اشکال دوایی به شکل امپول احتیاط در تشوشات وظیفوی کلیه بخاطر چی را میگه که احتیاط شود سیستمی که قبلا هم یک کلیه اگر شما ای را فکر کنی و هم حالب و ای هم هویزه پس ماشین از اینی گردی که ما برتان رسم کردم سیستم کلیوی اطراع می کنم. پس هر زمانی که این گرده مشکل داشته باشد با مشکل مواجه شود مشکل داشته باشد پس اترا نمیشه ای دوا در نوزادا در اشخاص محسن در حاملگی باید بسیار احتیاط شد و از استعمال دوامدار جنتمایسین از استعمال دوامدار جنتمایسین جلوگیری شد عوارض جانبی دلبدی است استفراقات است تنقیص سوی مکنیزیم خون است و تشوشات شنوایی است نیومایسین موارد استعمال نیو ماشین به شکل موضوعی استفاده شده و از طریق دهن غرض تنقیص باکتری های مایی در عدم کفایه کبدی یا یا غرض تعقیم اما که در تایپ اشتباه شده اما قبل یا غرض تعقیم اما قبل از عملیات جراحی و همچنان به شکل موضوعی در چشم و جلد استفاده میشه موارد استعمال نیومایسین مایسین به شکل موضی استفاده میشه از طریق دهن غرض تنقیص باکتری های موایی در عدم کفایی کبدی غرض تنقیص باکتریاهای های موایی در عدم کفایی کبدی اگر عدم کفایی کبدی داشته باشد ما باکتری های اما را پایین میکنیم یا تنقیصش میتیم نیومایسین استفاده میکنیم که در تایپ اینجا اشتباه شده یا غرض تقییم اما غرض پاک شدن اما قبل از عملیات نیومایسین استفاده میکنیم و همچنان به شکل موضعی در چشم و جلد استفاده میکنیم نیومایسین موارد استعمالش به شکل موضعی است از،, از طریق دهند به خاطر تنقیص باکتری ها در عدم کفایی کبدی اگر کبد مشکل داشته باشد غرض تعقیم اما قبل از عملیات به شکل به شکل در چشم و جلد استفاده میشه مزاد استدباب نیوماسین همراه با دیوریتیک یا دواهایی که سبب دیوریز یا زیاد, زیاد, زیاد شدن ادرار میشه یک جا تطبیق نشد و همچنان از تطبیق سیستمیک آن جلوگیری شد. چون ما گفتیم که دوا از طریق زیادتر به شکل موضی استفاده میشه پس از تطبیق سیستمیک آن جلوگیری شد. با دیوریتیک ها یا دواهایی که مثل فورسماید که سبب که سبب میشه ادرار مریض زیاد شود اگر مثال در هایپرتنشن فشار مریض بلند باشه ما برش دوا بتیم فرس مایل بتیم که یک دیورتیک است ادرار مریض را پایین کنیم ادرار مریض که زیاد شد ادرار مریض چی کنیم زیاد بسازیم یعنی مریض در حالت پولی اوریا ببریم پولی زیاد اوریا ادرار ادرار زیاد ببریم یا یا در حالتی که ایجاد کنیم برایش که ادرار مریض زیاد شود تا فشار مریض پایین شود فشار مریض بلند است مایات وضعیت باید از طریق ادرار تخلیه کنیم امید دیوریتیک ها را همراه با نیومایسین باید یک جا نکنیم یعنی مزاد استدباب است تدبیق دیوریتیک همراه با نیومایسین و از تطبیق سیستمیک نیومایسین جلوگیری شد اشکال دوایی به شکل تابلیت های 500 میلی گرام و همچنان به شکل مرهم و قطره وجود دارد که ما پیشتر گفتیم که به شکل موزی در ششم به شکل قطره به شکل مرهم هم در جلد استفاده میشه و از طریق اگر باشه به شکل یا باشه تبلت های 500 میلی موجود است احتیاط نیومایسین در اطفال و تنقیص فعالیت های کلیوی تنقیص فعالیت های کلیوی نزد اطفال اگر نیومایسین استفاده میشه نیومایسین استفاده میشه باید احتیاط شود اگر وظایف سیستم کلیوی وظایف سیستم کلیوی مشکل داشت تنقیز داشت یا تنقیز فعالیت کلیوی داشت باید با احتیاط تطبیق شود در حاملگی باید با احتیاط تطبیق شود در چاقی بیش از حد یا اوبیسیتی بیش, از حد باید با احتیاط تطبیق شود اگر اوبیسیتی موجود باشد یا چاقی بیش از حد موجود باشد با احتیاط تطبیق شود پس نیومایسین را گفتیم به شکل موضعی استفاده میشه از طریق دهن غرض تنقیص باکتری های موایی در عدم کفایی کبد استفاده میشه به ده... خاطر تعقیم اما قبل از عملیات جرایی استفاده میشه به شکل موضعی در چشم و جلد استفاده میشه مزاد استدباب با دیوریتیک های استفاده یک جای نشه و همچنان به شکل سیستمیک استفاده نشه به شکل تابلت های 250 میلی گرام قطره و مرهمی که موجود است قطره به خاطر چشم مرهم و مرهم با خاطر جلد اگر ضرورت باشه استفاده میشه اشکال دواییش به این شکل است احتیاط نزد اطفال تنقیص فالیت های کلیوی در حاملگی و همچنان در اشخاصی که بیش از حد چاق است یا اوبیسیتی دارد باید با احتیاط تدبیق شد سلفنامید استعمال این دواها بسیار محدود است یک, یک گروپ نو استعمال این دوا بسیار محدود است بخاطر که این دوا جای دوا را دواهای های دیگر اشغال نمودند اما معرفی دوای جدیدی که به نام ایتی از کورتیک و مکسازول یاد میشه دوباره این ها مورد علاقه مندی قرار گرفت یعنی سلفامیدا دوایی است که استعمالش بسیار محدود بود ولی با یک مستعذر جدیدی که در بازار آمد کورتیک و مکسازول این بسیار دوباره مورد علاقمندی قرار گرفت موارد استعمال کوتر مکسازول که در او تایپ اشتباه آمده بنابر عوارض جانبی بسیار زیاد بسیار استعمالش بسیار محدود است اما در حالات زیل که در این تایپ اشتباه اما در حالات زیل تا هنوز استفاده می انتانات ترقی بولی إلتهاب ازن متوسط یا گوش متوسط ما عوارض جانبی استفراقات سانات إلتهاب زبان مشکلات کبدی کمپونی میگل و مزاد استباب در تشوشات کلیوی در تشوشات کبدی و در, در مقابل سلفامیت سلفا ناميت سلفا امور متعلق به نرسنگ قبل یا بعد از غذا با مقدار زیاد مایت استفاده شود و نظارت بر, وظایف کلیوی و حساسیت باید نظارت شود پس سلفا نمید دواهایی که فعلا استفادهش بسیار محدود است و جای دواها را دواهای دیگر گرفت ولی با, با معرفی یک مستحضر جدید یا یک دوای جدید که نام کوتر مکسازول یاد میشه دوباره دوا مورد علاقمندی قرار گرفت ولی خود کوتر مکسازول هم بنابر عوارض جانبی بسیار زیاد استعمالش بسیار محدود است فقط چند دالت در انتانات طرق بولی و التحاب از زن متوسط یا گوش متوسط ای هم استفاده میشه عوارض جانبی بسیار زیاد دارد مثلا دلبدی استفراقات اسالات التهاب زبان مشکلات کبدی کمخونی میگل و بلاستیک مزاد استدباب در تشوشات وظیفوی کلیوی مزاد استدباب از حق نداریم تطبیق کنیم در تشوش کبدی چون یکی از عوارض جانبی که ایجاد میکنه بالای کبد است اگر کبد خودش مشکل داشته باشد دیگه مشکل زیاد میشه پس مزاد استدباب است در فرد حساسیت در مقابل سلفنامیت ها در مقابل امی دواها مزاد است امور متعلق به نرسنگی است که قبل یا بعد از غذای دوا که استفاده میشه با مقدار بیشار زیاد مایات گرفته شود و وظایف کلیوی و تحت نظارت باشد و متوجه حساسیت مریض باشد دواهای زد توبرکولوست خود توبرکولوز یک مرض انتانی بسیار شایع است یک مرض انتانی مزمن است عامل این مرض یا یا میکروبی که سبب این مرض میشه مربوط به نام بکتروم توبرکولوز یاد میشه یعنی توبرکولوز یک مرض انسانی در اینجا انسانی آمده انسانی هم میشه خیر یک مرض انتانی مزمن است توبرکولوز یک مرض انتانی مزمن بوده که توسط مایکو بکتروم توبرکولوز به وجود آمده و اولین قسمتی که زیاد مصاب میکند یا خوش داره او سیستم تنفسی یا ریه ها میباشد در مراحل اول بدون آراز و علایم میباشد یعنی یک نفر اگر مایکو بکتروم توبرکولوز بگیره در ابتدا بدون آراز و علایم است توبرکولوز شایترین مرض انتانی میباشد اضافه تر از 80 فیصد واقعات این مرض مربوط به ریه یعنی اگر در بین صد نفر مصاب به توبرکولوز باشد اشتاد نفر ای مربوط به سیستم تنفسی یا ریه هایش مصاب است که این مرض اکثرا در کشورهای کشورهایی که از نظر اقتصاد مشکلات دارد به وجود میاد یعنی ارتباط مستقیم با اقتصاد مردم دارد این مرض در مناطقی که مرض زیاد است تدبیق واکسین بی سی جی در سالهای اول ارزش فوق العاده دارد که این واکسین که این واکسین اطفال بزرگتر از 15 سال را در مقابل این مرض محافظت میکند. پس میکو بکتروم توبرکولوز از جمله امراض اندانی مزمن بسیار شایی است که توسط میکو بکتروم توبرکولوز به وجود میاد. اولین قسمتی که زیادی خوش داره مساب کنه سیستم تنفسی مخصوص اندریه ها میباشد. اگر صد نفر مساب به توبرکولوز باشد، 80 فیصدش 80 نفرش اکثر مربوط به سیستم تنفسی مخصوصا ریاهایش مصاب است که در ممالکی که از نظر اقتصادی بسیار مشکلات داره این مرض ایجاد میشه یعنی سطح اقتصادی اقتصاد مردم پایین باشه و از نظر مواد غذایی مشکل داشته باشد میکو باکتری توبرکلوز ایجاد میشه در مناطقی که مرض زیاد است تطبیقی واکسین به نام بی بی سی جی نزد اطفال 15 سال یک مافیت خوب برش ایجاد میکنه یک یعنی سیستم دفاعی خوب در مقابل این مرض ایجاد میکنه